مگه من به تو کلید اضافه ندادم؟ سارا این واسه هزارمین بار. نه خیر، زنت نمیشم. همین که اون ورقه لعنتی صادر بشه فاتحه عشقو باید خون. دوستم داری؟ جوابشو بیا تو بهت بدم. اینجوری ممکنه آقای حشمت فکر کنه دارم به اون میگم دوستت دارم. اون وقت خر بیار باقالی بار کن. آقای حشمت گوشای سنگینه، نترس، بگو. به تو چرا نمیای تو مجنون؟ شنیدم در رو باز نمی کنه. مادرم دوباره امروز همون سوال همیشگی رو پرسید. کیوان، من که گفتم نظرم هیچ وقت قرار نیست عوض بشه. خب میگی چی بهش بگم؟ اصلا مادرم هیچی. من چی کار کنم که دلم میخواد معمولی باشم، نه مثل تو روشن فکر. چی کار کنم که دوستت دارم؟ دلم میخواد هر وقت که خواستم بیام و برم بدون اینکه نگران حرف در و همسایه باشم. دلم میخواد هر وقت که خواستم و هر جا که بود دستتو بگیرم. هی کسی هم جلومونو گرفت با خیال راحت بهش بگم این زن زن منه، به توی عوضی هم هیچ ربطی نداره. تا کی میشه به این زندگی دوگانه ادامه داد سارا؟ کی میخوای واقعیتو بپذیری؟ واقعیت؟ خب اینم یه شکلی از واقعیته. کیوان تو دیگه چرا؟ تو هم میخوایی مثل بقیه واقعیت رو یه شکلی کنی؟ به همین دیگه. بعضی وقتا شک میکنم منو تو از زندگی یه چیز میخوای. چرا؟ اتفاقا منو تو از زندگی دقیقا یه چیز رو میخوای. من تو رو، تو هم تو رو. خیلی کلنگی، میدونستی اینو؟ فکرشو بکن. اگه من و تو دو تا شهر دور از هم زندگی میکردیم باشه سخته. مثلا تو تهران، من لندن، با تلفن و اسکایپ آدم ها خیلی به هم نزدیک شدن، ولی عشق از راه دور مثلا یعنی چی؟ اگرچه همین الان هم دنیا همون به اندازه همون تهران تا لندن از هم دوره. ببین اگه نظر عوض شده و دیگه دوستم نداری نیازی به این همه سناریو چیدن نیست. کیوان میزنم این در رو میشکنم میام بیرون تا میخوری میزنم اتا. ضعیف کشی توسط یک ضعیفه تیتر روزنامه های هست. ضعیفه؟ چند بار باید بگم از این شوخی های خس خوشم نمیاد؟ تا همین دیگه انگار من تا آخر اون باید تو رو تصدیق کنم. چی شد؟ رفتی؟ چرا صدا سر نمیاد؟
مامان از این شوخی ها نکن سارا. سارا؟ 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 سارا؟